بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز و محصلات گرامی، با عرض سلام و احترام مجدد خدمت همه شما عزیزان گرامی، ما در ویدیوی قبلی خصوصیات و ویژگی های قانون را خدمت شما عرض کردیم که در این ویدیو به موضوع دوم خود میپردازیم در ادامه درس دوم، که همانا عبارت هست از اهداف و مقاصد قانون. اهداف و مقاصد قانون چی است؟ قانون کدام مقاصد را تعقیب میکنه؟ کدام اهداف را تعقیب میکنه؟ قبل از اینکه وارد بحث شویم و این اهداف را و مقاصد را خدمت شما عرض بکنیم، لازم است که مقدمه را خدمت شما عرض بکنیم. شریعت اسلامی به خاطر جلب منافع و دفع مفاسد آمده است. یکی از قواعد کلی در شریعت اسلامی است که شریعت جلب منفعت را میکنه برای انسان و دفع مفسد را میکنه، مفاسد را از انسان ها دور میسازه و منافع را بر انسان ها به دست میآوره. و قوانین اسلامی که در احکام خیش از شریعت الهام جسته است، همان مقاصد را دنبال میکند که احکام شریعت اسلامی دنبال میکند. طبعا وقتی که ما اینجا از قانون صحبت میکنیم، منظور ما قوانین اسلامی است. منظور ما قوانینی است که از شریعت اسلامی الهام گرفته است، از شریعت اسلامی اخذ شده است. بنابراین مقاصد قانون عبارت از غایات و اهدافی است که احکام قانون به خاطر تحقق آن وضع گردیده است. علما و دانشمندان قانون مقاصد قانون را اینگونه تشریح کردند که عبارتند از تأمین عدالت اجتماعی، استقرار، حفظ و ثبات جامعه و سوق آن به طرف انکشاف و ترقی، حفاظت از ارزش‌های معنوی جامعه و فقها و قانوندانان به صورت عمومی معتقدند که هدف قانون تنظیم جامعه است، طوری که منافع جامعه و افراد در آن حفظ و حمایت گردد. یعنی از یک طرف منافع جامعه در نظر گرفته شود و از طرف دیگر منافع افرادی که در جامعه زندگی میکنند در نظر گرفته شود، زیرا وظیفه قانون است تا بین منافع جامعه و منافع افراد توازن برقرار نماید. خب، ما در این مقدمه او نکته اولی که برداشت کردیم او ای هست که چنانچه شریعت اسلامی داره مقاصد مشخص هست، امو مقاصد را قانون هم داره. این یک نکته. نکته دوم که از مقدمه به دست می آوریم ای هست که قانونی که ما ایجا در باره آن صحبت میکنیم و آن را تحلیل میکنیم، قانونی هست که از شریعت اسلامی الهام گرفته است. بنابراین مقاصدی که در شریعت اسلامی تعقیب می شود و در شریعت اسلامی اهمیت داره و نمو شرایط دقیقا و نمو اهداف و نمو مقاصد برای قانون هم مهم هست و قانون هم و نمو مقاصد را تعقیب میکنه. البته شاید فرق در اختلاف تعبیرات باشه. یعنی مقاصد شریعت اسلامی را ما با تعبیراتی خاص خواندیم، اینجا مقاصد و اهدافی که قانون تعقیب میکنه او را با عبارات و با الفاظ و تعبیرات خاص خودش تعبیر میکنیم. مثلا گفتیم که علما و دانشمندان قانون مقاصد قانون علما و دانشمندان قانون مقاصد قانون را این گونه تشریح کردند که عبارتند از تأمین عدالت اجتماعی، استقرار، حفظ و ثبات جامعه. و طبعا ما و شما در مقاصد شریعت اسلامی که در حقیقت مقاصد ضروریات بودن، حاجیات بودن، تحسینیات بودن، که باز ضروریات عبارت از حفظ دین، حفظ نسل، حفظ عقل، حفظ مال و حفظ نسل بود، ایجام و نمو عدالت اجتماعی، استقرار، حفظ و ثبات جامعه از مقاصد و اهداف قانون هست. بنابراین این دو نکته مهم هست که ما به آن پی ببریم که
قانون برای ما مقاصدی را تعقیب میکنه که در حقیقت شریعت اسلامی تعقیب کرده است و قانون ما هم الهام گرفته از شریعت اسلامی باشد. خب چنانچه اهداف و مقاصد شریعت اسلامی به سه مرتبه تقسیم شده است. خدمت شما عرض کردم که مقاصد شریعت اسلامی به ضروریات، حاجیات و تحسینیات تقسیم شده است. اهداف و مقاصد قانون نیز دارای سه مرتبه می باشد که در ذیل به شرح آن خواهیم پرداخت. مرتبه اول، اهداف عمومی و کلی قانون. مرتبه اولی اهداف و مقاصد قانون و اهداف عمومی و کلی که قانون داره، یک، تحقق عدالت و پیاده ساختن آن. عدالت از مقاصد بزرگی است که یک نظام تشریعی باید به مقصدیت آن استوار باشد. نصوص شرعی بر آن به صورت واضح تاکید نموده است، چنانچه الله متعال می فرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان ان الله یأمر ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. خب ما بیشتر خدمت شما عرض کردیم که مقاصدی را که شریعت تعقیب میکنه دقیقاً و نمو مقاصد را قانون نیست تعقیب میکنه. پس اولین مرتبه که اهداف که قانون داره، مقاصد قانونی داره، تحقق عدالت است و پیاده ساختن آن است که این تحقق عدالت همان در حقیقت مقصدی هست که شریعت اسلامی در قرآن کریم الله متعال با آن تصریح کرده است. ان الله امر بالعدل والاحسان، ان الله امر ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. الله متعال به عدالت و تحقق آن دستور میدهد. الله متعال امر میکند که امانت ها را به اهل آن بسپارین و الله متعال میفرماید اذا حكمتم بين الناس، وقتی که در میان مردم شما من حیث فیصله کننده قرار گرفتین، شما به عدالت حکم و فیصله بکنین. دومین هدفی که قانون داره و مقصدیتی که داره تأمین نظم و امنیت هست. تأمین نظم و امنیت جامعه یکی از مقاصد قانون هست، گرچه تأمین عدالت به صورت طبیعی منجر به تأمین نظم و امنیت میگردد، اما قانوندانان به صورت عموم از نظم و امنیت من حیث مقصد قانون صحبت کردند. نظم و امنیت در جامعه، یعنی ای طبعا وقتی که از مقاصد و اهداف عمومی و کلی قانون می باشه، بدون شک شریعت اسلامی هم در جای قرآن کریم با آن اشاره کرده است. اطعامهم من جوع و امنهم من خوف، چنانچه الله متعال می فرماید که دو تا از نعمت های گرانبهایی را که الله متعال بر اهل مکه مکرمه یادآور می شود است که اطعامهم من جوع، الله متعال آنها را از گرسنگی و از فقر نجات داده بودند، و امنهم من خوف، از ترس و حراس آنها را در حفاظت تی خود داشتند، به این معنی که آنها نعمت امنیت را داده بود. لذا این هدفی و مقصدیتی را که قانون تعقیب میکنه دقیقاً چیزی است که در شریعت اسلامی و در قرآن کریم الله متعال با آن تصریح کرده است. سه، سوق جامعه به طرف توسعه و انکشاف. یکی دیگر از مقاصد و اهدافی را که قانون تعقیب میکنه ای است که جامعه را به طرف توسعه و انکشاف سوق میده، به طرف پیشرفت و ترقی سوق میده. جامعه را از حالت رکود، از حالت جمود، از حالت پسرفت نجات میده. برخی فکر میکنن هدف قانون فقط نظم و امنیت است و اینکه متهمین به زندان ها انداخته شود و مجرمین مورد مجازات قرار بگیرند، اما واقعیت این است که قانون وظیفه دارد طرفدار و تعامل بشر را به طرف مثبت سوق بدهد و از عملکرد منفی جلوگیری کند تا در استفاده از امکانات و ظرفیت های بشری از ناکامی ها پیشگیری نماید و سبب تمدن سازی گردد. این یک مقصدیت بسیار زیبا است که قانون جامعه را فقط نهی نمی کند، فقط بالایش
يعني من حيث يك ديكتاتور، من حيث يك مستبد، همراهی جامعه تعامل نمی کنه، بلکه قانون جامعه را چنانچه که از نکات منفی نجات می ده، همونطور جامعه را به طرف نکات مثبت و به طرف ارزش های مثبت سوق می ده تا یکی توسعه و انکشاف را به دست بیاورد. چهارمین هدف و مقصدیتی که به صورت عمومی و کلی در مقاصد قانون وجود داره، حفظ ارزش های معنوی هست. حفظ ارزش های معنوی نیز از اهداف قانون می باشد. هیچ وقت یک جامعه نمی تواند بدون ارزش های معنوی به تعالی و سعادت نائل گردد. پس ارزش های معنوی که در حقیقت سبب تعالی و سعادت جامعه می شود، قانون از مقاصدش اینمی است که از امی ارزش ها حفاظت بکنه، اینمی ارزش ها را برای ما بارور بسازه، برای ما اینمی ارزش ها را من حیث یک ارزش، من حیث یک تفکر برای ما حفاظت بکنه. این چهار خصوصیت و چهار مقصد در حقیقت مقاصدی بود که در اهداف کلی قانون و مرتبه اول آن آمده است. مرتبه دوم اهداف و مقاصد قانون، اهداف و مقاصد میانه و وسطا است. پس ما نکاتی را که بیشتر خدمت شما من حیث اهداف و مقاصد قانون عرض کردیم، می توانیم با آنها مقاصد و اهداف اولیای قانون بگوییم. اهداف و مقاصد میانه قانون عموما در متن قانون در بند اهداف به صورت مختصر گنجانیده می شود و هدف وضع نمودن قانون را مشخص می سازد. این اهداف باید در روشنایی اهداف کلی و عمومی قانون شکل گیرد تا در تناقض با اهداف کلی قانون قرار نگیرد. مانند اهداف معارف در چوکات قانون معارف، اهداف تحصیلات عالی در چوکات قانون تحصیلات عالی، یا اهداف قانون مبارزه با مواد مخدر. این نوع مقاصد با تفاوت موضوع تغییر می‌یابد. ما اهداف و مقاصد که در مرتبه اول ذکر شد، آنها را می توانیم از جمله اهداف و مقاصدی در نظر بگیریم که اهداف و مقاصد دسته اول هست و اهداف و مقاصد میانه و وسطا را می توانیم اهداف و مقاصد در نظر بگیریم که اونمو اهداف دسته اول که به صورت کلی ذکر شده، آنها را برای ما واقعی میکنه، برای ما مشکافی میکنه و برای ما تشریح و توضیح میکنه و جزئیات آن را برای ما ذکر میکنه. که مثلا اینجا ما گفتیم اهداف معارف در چوکات قانون معارف. ببینید شما، نظام معارف ای جزی از قانون اساسی افغانستان است، نظام تحصیلات عالی جزی از قانون اساسی افغانستان است. پس قانون اساسی افغانستان را ما میتوانیم ایرا برش نام به اسطلاح قوانین و اهداف و مقاصد اولیای قانونی بگوییم، اما جزئیات قانون معارف در چوکات قانون معارف، اهداف تحصیلات عالی در چوکات قانون تحصیلات عالی، اهداف قانون مبارزه با مواد مخدر در نظام قانون مواد مخدر، اینها در حقیقت مقاصد میانه و وسطایی هست که قانون برای ما تعقیب میکنه اینها را. و این مقاصد با تفاوت موضوع تغییر می‌یابد، چون اینها نسبت به قوانین مرتبه اول در حقیقت پایین‌تر هستند و این موضوعات وقتی تغییر پیدا میکنه خود به خود مقاصد هم با آن تغییر پیدا میکنه. یعنی وقتی که در اهداف معارف در چوکات قانون معارف یک با قانون در آن تغییر می، طبیعی است که اهداف هم تغییر پیدا می کنه
و مقصد هم تغییر پیدا میکنه، یا در تحصیلات عالی وقتی قانون تغییر پیدا میکنه طبعا او مقصد و هدف هم در آن تغییر پیدا میکنه. لذا این مرتبه دومی از اهداف و مقاصد قانون میباشد. اما مرتبه سوم اهداف و مقاصد جزئی و تفصیلی که قانون داره چه هست؟ این اهداف و مقاصد در احکام و مواد جزئی قانونی قانون نهفته است، زیرا هر ماده قانون به خاطر تحقق مقصد و غایه محددی وضع می گردد. اهداف جزئی و خاص احکام و اهداف جزئی و خاص احکام و خاص احکام قانونی موضوع محوری بوده، طوری که در محور مقاصد میانه بچرخد و مقاصد جزئی بایستی در جامعیت قانون کمک شده به احتمالات و افترازات که شاید قانون در وقت تطبیق با آن روبرو گردد جواب مثبت داد و احتمال خلای قانون را به پایین‌ترین حد آن برساند. به عبارت دیگر، مقاصد جزئی و تفصیلی عبارت از مقاصدی است که تطبیق یک حکم شرعی را به صورت انفرادی و جزئی متحقق می‌سازد، مانند حکم اجرای حدود که به مقصد حمایت از زندگی مردم انجام می شود. اهداف و مقاصد جزئی را می توانیم ما امو قواعد قانونی جزئی که وضع می شود برای که جامعه ما را در موارد جزئی آن در حقیقت تنظیم بسازه اونمو قوانین نامید. مثلا اجرای حدود و تطبیق آن این قوانینی هست که در نظام وجود داره و این وجود دینمی قوانین و تطبیق آن سبب چی میشه؟ سبب حمایت از زندگی مردم میشه. لذا ای اهداف و مقاصد جزئی قانون هست که در موضوعات خردتر، در موضوعات جزئی تر مورد بحث و مورد گفتگو قرار میگیرن. به این صورت ما با پایان درس امروز رسیدیم، درسی که دو موضوع عمده و مهم را ما مورد بحث قرار دادیم. موضوع اول ما درباره خصوصیات و ویژگی های قانون بود، موضوع دوم ما درباره اهداف و مقاصد قانون بود که اهداف و مقاصد قانون را به سه مرتبه تقسیم کردیم. مرتبه اول اهداف عمومی و کلی قانون، مرتبه دوم اهداف میانه و وسطای قانون، مرتبه سوم اهداف و مقاصد جزئی قانون. امیدوار هستم که از درس امروز هم استفاده کامل را برده باشین. پیام ما در این شرایط سخت که با آن روبرو هستیم و متاسفانه درس ها به صورت غیر حضوری خدمت شما تقدیم می شود، پیام ما برای شما یعنی این جمله زیبایی است که نوشته است: برای انسانهای بزرگ بنبستی وجود ندارد، زیرا آنها بر این باورند که یا راهی خواهند یافت و یا راهی خواهند ساخت. امیدوار هستم که شما سروران عزیز، مواصلان گرامی و مواصلات گرانقدر از این فرصت به وجود آمده استفاده بکنین، درس ها را به دقت تعقیب بکنین، بار بار بشنوین درس های اساتیدتان را و انشالله تعالی که استفاده ببرین. در صورتی که کدام سوال، پیشنهاد و انتقاد هم داشته باشید، شما می توانین که با یعنی شماره تلفنی بنده هست 0797-007316 البته از طریق واتساپ در تماس شوین و نمایندگان صنف ها در تماس باشند، انشالله تعالی خوب خواهد بود. در صورتی که سوالی، پیشنهادی یا انتقادی چیزی باشه، بنده در خدمت شما خواهم بود انشالله، با آغوش باز استقبال خواهد شد و انشالله تعالی
همراه شما همکاری همه جانبه صورت خواهد گرفت. انشالله که از درس امروز ما هم استفاده کامل را کرده باشین. ما برای ترتیب این اسلاید ها بخاطر که درس ما درس در حقیقت غیر حضوری است، تلاش و زحمتی زیاد کشیدم هر سلاید را با حوصله برای شما طراحی کردم که در وقت تدریس و در وقتی که درس ارائه میشه برای شما خسته کننده نباشه. امید ما است که انشالله تعالی این درس ها را با جدیت تعقیب بکنین و انشالله تعالی نهایت استفاده و بهره را از این درس ها ببرین. یک مرور برای سلاید میکنیم بر سلاید های درس امروز تا اینکه یک یادآوری مجدد درس ها خلاصه درس بر شما شوه که امروز خدمت شما عرض کردم. دو موضوع را ما داشتیم، موضوع اول پیرامون خصوصیات و ویژگی های قانون بود که دارای 13 خصوصیات و ویژگی ها بود قانون، و موضوع دوم ما اهداف و مقاصد قانون بود که اهداف و مقاصد قانون را عرض کردیم سه مرتبه داره. مرتبه اول اهداف عمومی و کلی قانون که دارای 4 مقصد و هدف بود، و مرتبه دوم اهداف و مقاصد میانه و وسطای قانون، و مرتبه سوم اهداف و مقاصد جزئی قانون. الله متعال همه شما را موفق و مؤید داشته باشه. انشاءالله که از دعای خیر فراموش نکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.